دیگه از این مصیبت ها نباشه. آقای قنوی البته در میهنمون هر چه سریعتر مدیرانی در رأس کار باشن که غم مردم رو داشته باشن، به جای به قدرت اندیشیدن به مردم بیاندیشن، به جای اینکه به دور برسالاری به پردازن میلیاردها تومن رو به نزدیکانشون برسونن، این درآمد خدادادی ایران رو که با در مقایسه با کشورهای دیگه این یک نعمتیست که ما در به وجود آوردنش هیچ سهمی نداریم، خرج ملتشون بکنن. بله بله، خرج ملت بکنند به جای مردم بکنه. بله جا غربی، البته امروز هم جاده ها و راه ها صعب العبور هست، اما برای نالایقان، ابلهان، بیشعوران و به قول خودشون با اون الفاظی که میگن برای خالیبندان، امروز بله. هم بله جاده ها برای این افراد همچنان صعب العبور است. بله چند روز پیش به رقم صادرات ترکیه نگاه میکردم، دیدم که رقم صادرات ترکیه در سال گذشته یه مقدار بیشتر از کل فروش نفت ایران بوده. بله به همین کافیه. بله به همین کافیست. بخوام ترکیه رو تعریف بکنم بدونین که اشکالاتی که الان در حاکمیت. بله بسیار غم انگیزه. فقط همین مقدار که در داخل میهنشون در حالی که ما این همه نفت داریم اونها باید بشته بشته پول بدن، یعنی کار کنن، عرق بیزن، پول بر بیارن و اون بشته بشته نفت رو بخرن، در همین ها صادراتشون که 100% صنعتی و کشاورزی و ثبت به نفت نداره، یه مقدار از کل فروش نفت ایران بیشتره. بله بله ننگ بزرگیست بر ما کامل. من اگر ما این فروش نفت رو بذاریم کنار، اونجا معلوم خواهد شد که قدرت تولید و قدرت صادرات ما تا کجا تقریبا صفر. تقریبا صفر در حتی اون بخش غیر صنعتی غیر نفتی که اعلام میکنن، میدونیم که اون هم بخش قابل توجهی از غیر نفتی صنایع پتروشیمیه. بله یعنی اون هم دست آخر به نفت مربوط. دقیقا. حالا این های که مدیران میخوان مدیران جهانی باشن مشکلات جهان به حل بکنن، ای کاش روزگار میتونستیم داشته باشیم که این کسان بابت این همه بزهکاری و خیانت به منافع ملی ایران میتونستن بازخواست بشن و دادگاهی بشن. بله. در حال امیدوارم که این مصیبت ها دیگه تکرار نشه. امیدواریم. امیدوارم این غم آخر ملت ایران در این رابطه باشه و امیدوارم که اون غم اصلی دیگر که حاکمیت زور و فریب و تدبیره، اون هم هر چه زودتر از سر ایرانی ها به کنار بره و ایران بتونه سرفراز و مرفه جلو حرکت بکن. امیدواریم به امید آن روز هرچه زودتر. جناب قنوی لطف کنید بفهمید بپردازیم به خبرهای جهان و ایران و همینطور به ویژه خبرهایی که در سوریه این روزها وجود داره که حتما بی اثر بر کشور ما هم نخواهد بود. بله در بین اخبار جهان الان سوریه در صدر اخباره. بله. و در این حال هم البته توضیح خواهم داد، سوریه بدون کوچکترین شکی و بحثی هم نقطه اتصال ایران به فاجعه است، هم پایگاهش برای کوبیدن حرکت بعدی ایران و هم دروازه خطر بسیار بزرگ برای ایران ماست. بله. و دیگه ما نمیتونیم این زمان عدیده بگیریم. شرایطی که امروز در سوریه میگذره مدت هاست که انان اختیارش از دست مبارزین ضد استبداد خارج شده
و به روند افتاده که نگرانی انبوهی از جهانیان رو به وجود آورده. وقتی که الان یک نفر از جایی از یک کره دیگری بیاد و به جهان امروز نگاه کنه و به این بخش توجه بکنه، باور شاید نتونه بکنه که کسانی که ادعای پیشرفت از تمام ابعاد دارن، کسانی که سفینه رو در کره مارس زمین میشنند، کسانی که در تمام سال ادعای پاسداری از حقوق بشر میکنند، کسانی که معاون رئیس جمهورشون که بایدن میگه که اصلا حقوق بشرخواهی و دموکراسی که دینه ماست، و همراهان اینها در کشورهای اروپایی این چنین جهانی ساخته باشند. و تا دهه 80-89 پروریختن دیوار برلن و 91 فروپاشی شوروی، دو ابرقدرت در جهان بودن که بسیاری از کشورها در جزو اخبار اونها حساب می شدند. ولی بعد از اون به قول جورج بوش پدر، خب حالا ما وارد نظم نوین جهانی شدیم که در این نظم نوین جهانی تنها یک ابرقدرت هستونم آمریکاست و این وظیفه ماست که جهان رو هدایت بکنیم. همین چند ماه پیش میترامنی که میخواد رئیس جمهور آمریکا بشه در ماه نوامبر، برای چندمین بار البته گفت که بله، ما وظیفه آسمانی رسالت ماست که جهان آزاد رو رهبری کنیم و جهان آزاد کشورهای عقب مانده رو هدایت کنند. از این جمله معلوم میشه منظور از جهان آزاد اروپاست و دموکراسی های اروپایی و کشور های رقمانده هم که خود تجربهش معلومه. بله، در با این نگاه این چنین کسان این ادعاها رو درم میکنن، این فاجعه ای رو که به وجود آوردن انگاری که نمیدینن، در حالی که با عقل متوسط میشه فهمید که این راهی که داره به جلو میره راه بسیار خطرناکیه و این بهانه‌ای که برای حفظ جان مردم سوریه داره این اقدامات انجام میگه، این بهانه پوچ پیش نیست و داره میگه که چندین برابر خونهایی که تا حالا ریخته شده در اونجا ریخته بشه. بله، میتونست البته اول صحبت هم اینو تعیین بکنم، هیچ کس یه وقت قضاوت نادرست درباره دید من به این مسئله نکنه. جنایتکار اول بشار اسد و حاکمیت سوریه است، هیچ شکی در اون نیست. بله، وقتی که به دنبال بهار عرب کشورهای منطقه تکون خوردن و بن علی به اون سرعت و مبارک از اون سریع‌تر از اریکه قدرت کنار رفتند، این میتونست عبرتی برای تمام اونهایی که با سیستم‌های تشریزی و مشت آهنی حکومت میکنن باشه، ولی نشد، گوش نکردن. برای مثل شاه که صدای انقلاب مردم ایران رو خیلی دیر شنید، اینها هم صدای انقلاب، صدای خواسته های مردمشون رو نشد، تا اینکه چند ماه بعد از این نمونه لودی پیش اومد. اون اتفاقی که برای غزاتی افتاد، کسی که کتاب سر نوشته بود، کسی که یه اعتقادی بین خودش آسمان قائل بود، کسی که معتقد بود که خدا لطف کرده اون رسونده که این رمه لیبیایی ها رو این آقای شبان به چراگاه های خوب هدایت بکنه، کسی که اجازه نداده بود حد ناس به هم کشور از خودش حرفی و اندیشه بود بده، اون بلا سرش اومد. اون صحنه های دلخراش همه جون چشم ماست. بله، دیگمان سران کشورها خیلی ریستر و دقیقتر از اون رو دیدن. صحنه هایی بود که با وقتی در تلویزیون رو تماشا میکردیم میگفتن چون این صحنه بقیه خیلی ناراحت کننده هست، از پخشش معذوریم. خب اون اتفاقات افتاد در لیبی.
و اون ویرانی ها و اون دربدری ها و اون آدم دزدی ها و شکنجه ها که هنوز هم تنها ما در نمی‌زنیم به گزارش دیدبان حقوق بشر و حفظ بین الملل هم در زندان های رژیم جدید شکنجه میشه، هم در جاهایی که نیروهای مسلحی که بر علیه قذافی جنگیده بودن ولی هنوز تن به دولت مرکزی ندادن، اونها هم با هر کسی خود را حساب دارن اونها را میگیرند. بعضی هاشون اگر ثروت دارن اخاذی میکنن پول بگیرن و بعضی ها را در زیر شکنجه یا بعضی ها میرن یا رها میشن. بله هنوز ده ها هزار نفر از ساکنان شهرهای مختلف به ویژه مصراته که متهمن که از قذافی حمایت کرده بودن آواره بیابان ها هستند. خب این تجربه میتونست برای بشار اسد تجربه خیلی با ارزشی باشه، بگه که الان من به هیچ وجه نباید این اتفاق برام بیفته. بله. حتی میتونه رفتی در مندازی بگه نه مثل عبدالله صالح هم نمیخوام وعده امنیت بگیرم برم، خودم تقاضای مردم رو با تظاهرات مسالمت آمیز مردم رو پاسخ مثبت میدن، همون کاری که سلطان مراکش کرد. بله. و میان اجازه میدیم انتخابات آزاد بشه، سیستم چند حزبی برقرار بشه و من تن به نتیجه اون انتخابات میدم. آیا در این صورت در اونجا خون ریخته شده بود؟ نه، این زمان چنین نبود. اما پاسخ تظاهرات مسالمت آمیز مردم با دست خالی و جالب اینجاست که اغلب و بعد از نماز جمعه روزهای جمعه فقط با فریاد الله اکبر انجام میشد با وحشیانه ترین جنایتکارانه ترین روش ها پاسخ دادند و هم انبوهی از آدم ها چند در جمعه بود که ما نشدیم 120 نفر 140 نفر 200 نفر کشته نشده باشند. این اتفاقات افتاد، در نتیجه تجربه متاسفانه تلخیست که اولش بشار اسد نیست. معمولا دیکتاتور در سالهایی که با مشت آهنین حکومت میکنه در اون زمان در ملتش و میهنش خیانت میکنه و بعد از اون با سرنگونیش و مبارزه مردمش با خودش خیانت دو قبضه بر علیه ملتش میکنه. بله دقیقا. الان اون چی که روی داده همین حرفی که زدم، اگر بشار اسد اون پاسخ تظاهرات رو که مسالمت آمیز بود مسالمت آمیز جواب میداد ما اینجا نبودیم. اما اینطور نشد، غافل از اینکه نیروهای بسیاری لحظه شماری میکنن و حتی آرزو دارن که ای کاش این بشار اسد جواب مثبت نده. یواش یواش دیدیم که به عنوان حمایت از تظاهرات کنندگان عده‌ای اسلحه به دست گرفتن. این چیزی بود که شاهد بودیم و در به مرور زمان هرچی زمان گذشت مقدار اسلحه بیشتر شد تا اینکه شاهد این بودیم که تانک‌های سوخته ارتش سوریه رو شاهد بودیم